با نام خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه دهم ماه قوس سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. رد پیشنهاد رئیس جمهور کرزی برای تغییر زمان برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. نگرانی شهروندان کشور از تأخیر در امضای پیمان امنیتی با آمریکا. افزایش 38% بیماری ایدز در کشور. کشته شدن 4 تن در ادامه اعتراضات ضد حکومت در تایلند. با هشدار لوئیس آرنولی با فروشندگان گاز مایع در کابل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد رئیس جمهور کرزی را برای تغییر زمان برگزاری انتخابات رد کرده است. رئیس این کمیسیون میگوید که مناسب نبودن آب و هوا در بخش‌های دوردست کشور علت این پیشنهاد بوده است، اما این کمیسیون این پیشنهاد را رد کرده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد که این نهاد زیر هیچ گونه فشارهای داخلی و خارجی نخواهد رفت. محمد یوسف نورستانی میگوید که هرچند 100% شفافیت در انتخابات ناممکن خواهد بود، اما این کمیسیون برای برگزاری انتخابات شفاف تلاش خواهد کرد. صالحه صادق گزارش میدهد. شمار از سناتوران به علت مشکلات آب و هوا خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه تغییر را در زمان برگزاری انتخابات ناممکن میداند و میگوید که حتی رئیس جمهور نیز خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات شده بود، اما این نهاد این پیشنهاد رئیس جمهور را نپذیرفت. حتی این مسئله را جناب رئیس جمهور هم چون اونا هم شکایت مردم شنیده بود، به او هم رسیده بود، اونا هم از ما پیشنهاد کردن که اگر تغییرات بود، ما گفتیم که تغییرات آمده نمیتونه مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات این تقسیم اوقات تعیین شده و دعوال جوزا باید رئیس جمهور نو بیای و قدرت برای جمهور نو تا چی شوه واگذار شوه. از لحاظ اینمی تقویمی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات چی شده، تایید شده یا تصویب شده، این ما فعلا تغییر داده نمیتانیم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از سلاش ها برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سخن میزند. او میگوید که این نهاد به هیچ کس اجازه نخواهد داد که در انتخابات دست به تقلب بزند. او میگوید که شمار از رئیسان و کارمندان ولایتی این کمیسیون که انتقادهای دربارهشان وجود داشتند برکنار شدند و این روند ادامه دارد. شفافیت بر شما 100% نمیگم که این انتخابات یک انتخابات کاملا شفاف خواهد باشد. البته ما اما سعی خود تا آخرین قدرت با همکاری خود شما این سعی خود میکنیم. ما بر شما بازم ایره تاکیدن میگم که کمیسیون تحت فشار هیچ قدرتی چی خارجی باشه چی داخلی نخواهد رفت و به هیچ کسی اجازه را نمیده. در این نشست مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به علت بیرون شدن نام های شمار از نامزدان شوراهای ولایتی از فهرست نهایی نیز فراخوانده شده بودند، اما آنان در این نشست حضور نیافتند. با این همه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برخی از مشکلات در قانون انتخابات وجود دارد که باید در این قانون تعدیلاتی به میان آید. ارگاه پیمان امنیتی با واشنگتن امضا نشود، دستاوردهای 12 سال در بخش زنان از میان خواهد رفت. بعض زنان بار دیگر در انزوا قرار خواهند گرفت. شمار از فعالان جامعه مدنی با انتقاد از پیش شرطهای رئیس جمهور کرزی برای امضای پیمان امنیتی میگویند که تأخیر در امضای این پیمان سبب خواهد شد تا بی‌باوری‌ها میان کابل و واشنگتن به میان آیند. در این حال آزم آرش درباره امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن با شمار از پایتخت نشینان گفتگو کرده است و شمار از باشندگان شهر کابل نیز خواهان امضای پیمان امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی هستند. امضا نشدن پیمان امنیتی با واشنگتن در موجی از نگرانی‌های شهروندان کشور. در این روزها چشم‌ها به امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن دوخته شده‌اند. در هر جا و هر کس از امضای این پیمان سخن می‌گوید. حتی این پیرمرد که روزانه کمتر از 1 دلار درآمد دارد، انتظار امضای این پیمان را می‌کشد.
اگه فرضای سیوی کار رو بکنه ما میسه که سر میکنیم، شما هم سر میکنیم، مملکت رو میسه که پیشرفت میکنه، ترقی میکنه و یه در سربلند میباشه افغانستانی. این مردم که از بام تا شام بر روی جاده کار میکند از تاخیر در امضای پیمان امنیتی با واشنگتن انتقاد میکند. نظر ما این روز که هرچی به نفع ملت خو یا کار نمیکنه، این به نفع ملت نیست، به نفع خاک و وطن نیست، یا به منافع شخصی خود. همین گونه بسیاری از پایتخت نشینان دیگر نیز امضای این پیمان امنیتی را به سود کشور میدانند. خواست ما از آقای کرزی است که وقت پارلمان یا لوی جرگه این پیمان را تایید کردن، پس خواست ما و خواهش ما از آقای کرزی است تا هر چی زودتر به تصامیم مردم خود احترام گذاشته و این پیمان امضا کنند. وقتی این پیمان امضا میشه میتونه افغانستان از بحران اقتصادی نجات پیدا کنه. در اینجا هم شماری از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر گرد آمده اند و از تاخیر در امضای پیمان امنیتی با واشنگتن انتقاد میکنند. در صورتی که قرارداد بین دولت افغانستان و ایالات متحده اگر امضا شود، طبعا امی رشد چشمگیری که زنان در طول 11 سال داشته ای شاید ادامه پیدا کنه و دستاوردهای بیشتری در سطح ملی منطقوی و بین المللی داشته باشیم. هرچند لوی جرگه مشورتی پیمان امنیتی با واشنگتن را تایید کرده است، اما رئیس جمهور کرزی به امضای این پیمان پیش شرط گذاشته است. و من امروز با شما از پایتخت نشینان گفتگو کردم. آنان نیز امضای این پیمان را به سود کشور می‌دانند و از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند تا این پیمان را پیش از برگزاری انتخابات امضا کند. سید اعظم آرش، تولونیوس. بودجه افغانستان نزدیک به 100% وابسته به کمک‌های خارجی است. وزیر مالیه که امروز برای توضیحات درباره بودجه سال آینده به مجلس سنا فراخوانده شده بود، با تاکید بر این مطلب می‌گوید که درآمدهای داخلی نیز به علت کاهش کار ساخت و ساز و فرار سرمایه از کشور امسال کاهش یافته است و می‌گوید که به علت کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان بودجه شمار از نهادهای دولتی نسبت به سال‌های گذشته کمتر خواهد بود. در این باره هم صالح صادق گزارش دارد. وزیر مالیه در مجلس سنا از کاهش کمک‌های خارجی برای افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. در حالی که شمار سناتوران خواهان افزایش بودجه شمار از ولایت‌ها هستند، اما وزیر مالیه می‌گوید کشور که تقریباً 100% بودجه آن وابسته به کمک‌های خارجی است، این وزارت چگونه بتواند تمامی نیازمندی‌ها را در بودجه بگنجاند؟ بودجه زمان تقریباً سال پس که خارجی تمویل نده، خوید و شرایط نردک بودی جده او همیشه و خارجی سهرت تمویلی زن شایانوت نتمویلی. آقای زاخلوال از کاهش درآمدهای داخلی نیز سخن میزند و میافزاید که با توجه به اوضاع کنونی کشور دیده میشود که کار ساخت و ساز کمتر شده است و سرمایه ها نیز از افغانستان در حال فرار هستند. عواید ما تحت فشار است. ویرا باید که اگر ما بگویم نگویم باید همه ما و شما بفهمیم که دلیلش چیست. تشویشایی که بیرون وجود داره، همه آیا تجارت ما کم شده نشده؟ همه ما ارتباط داریم با تاجرها، تجارت ما فوق العاده کم شده، کاروبار کم شده نشده شده. همی بیرون برین، کسایی که خاره های شخصی با خود می ساختن نمی سازن، میگه ما انتظار میکشیم، تشویش داریم. این همش بالای اقتصاد تاثیر داره، او بالای عواید تاثیر داره. اونوس که عواید ما تحت فشار است و ما تشویش خود دارم. در همین حال شمار از سناتوران میگویند که در طرح بودجه سال آینده توازن در نظر گرفتن نشده است. با ولایت پروان ما که مسوده بودجه را دیدم، غیر از اینکه سمینارها، ایجاد قوریه ها، کدام پروژه های بنیادی دیگر یکقدر دیده نمیشه. یکی دیگه که سرک دو طرفه شدن از سرک کابل الی جبل‌سراج که کارش نیمکاره تا به دو سرکی بگرام توقف یافته است، ما امیدوار هستم که شامل بودجه شود، ما بقیه از تا به جبل‌سراج تکمیل شود. طول تا معلومه ده چی بعضی ولایتونو که کارونه دیر شویده و بعضی ولایتونو هیچ این کشافی پروژه هلتا ندی پلی شوی، چه ده اقید جمله نه یو هم نورستان ده چی همیشه ده راکیتونو ده ترور و ده حملو خبرونه صرف او رو ده انکشاف هیچ خبر غزین نرازی. این سناتوران میگویند که وزارت مالیه باید پس از تعدیلات لازم و با در نظر داشت نیازمندی های مردم طرح تازه بودجه را به مجلس معرفی کند. این طرح در حدود یک ماه پیش به مجلس سنا معرفی شده است.
شش اثر باستانی کشور که به دوره های یونان باختری و سده 17 میلادی برمیگردن از سوی سفارت امریکا در کابل به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شدند. این اثرها در هنگام قاچاق از سوی گمرک و وزارت امنیت داخلی شهر نیویورک امریکا به دست آمدند. این اثرها یک کوزه فلزی و 5 پارچه طلایی هستند. وزیر امور زنان میگوید که هنوز هم در بخشهای از کشور قانون عملی نمی شود و زنان از سوی زورمندان در دادگاه های صحرایی به کیفر می رسند. وزیر امور زنان میگوید که اگر در قانون جزا اصلاحات به میان آیند، خشونت در برابر زنان کاهش خواهند یافت. در این حال نماینده سازمان ملل برای زنان میگوید که سهم زنان در تقویت و اصلاح قانون جزا بسیار با اهمیت است. نماینده سازمان ملل متحد در بخش زنان در افغانستان در دومین نشست ملی تقویت مشارکت زنان در روند اصلاح قانون جزای افغانستان میگوید که اگر اصلاحات در این قانون به وجود بیایند به بسیاری از مشکلات زنان رسیدگی خواهد شد. وزیر امور زنان میگوید که اگر اصلاح در قانون جزا به وجود بیاید نگرانی جامعه برطرف خواهد شد. یکی از راه‌های تأمین حقوق زنان از راه تعدیل قوانین، تصویر قوانین جدید به نفع زنان و اصلاح قوانین نافذه کشور با در نظر داشت تساوی جنسیت اجتماعی ممکن است. در همین حال شماره از فعالان حقوق زنان میگویند که آوردن اصلاح در این قانون خشونت‌ها را در برابر زنان کاهش خواهد داد. می‌خواهم با آوردن اصلاحات در این قانون به مشکلاتی که زنان مسلمان دارند رسیدگی شود و برای زنان فرصت داده شود تا صدایشان را بلند کنند و مشارکت زنان در اصلاح قانون جزا با اهمیت است. وزیر عدلیه درباره اصلاح قانون جزای افغانستان چنین میگوید: ریشه‌های تاریخی افغانستان فکر کنیم، ما بد نظام افغانستان فکر کنیم. اگر قرار ای باشه که قوانین در تمام جامعه بشری یکسان تطبیق شود، پس ضرورت به این نیست که هر کشور از خود قانون جداگانه داشته باشد. باید قوانین بین المللی ساخته شود و برای تمام بشریت یکسان تطبیق شود. اما چرا نمیشه؟ چرا مشکل است؟ این کار شد نداره، امکان نداره. اشخاص مسلکی که در جمعی هستند زحمت میکشند، خود جوابگو میدانه به قوانین افغانستان و جوابگو میدانه به تاریخ افغانستان، اینا این دست ها را به درازیش نمیمانند و انشاءالله به قسم ازی که ای بار این مشکل مرفوع شد در آینده ما امیدواری بیشتر پیدا کردیم. فعلا که دیگر دست های بیرونی را اینا اجازه نمیتن که از علاقات سیاسی بیاین و در مسائل حقوقی که سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است مداخله کنند. پیش از این درباره جا دادن سنگسار در قانون جزا نگرانی های بسیاری را برانگیخت. نهادهای دفاع از حقوق بشر سنگسار را مغایر تمام ارزش ها و حقوق بشر می دانند. وزارت عدلیه نیز تصمیم برای گنجانیدن سنگسار را در قانون جزا رد می کند. بیماری ایدز در کشور 38% نسبت به پارسال افزایش یافته است. موی وزارت ساعت آمد در روز مبارزه با بیماری ایدز می گوید که برای جلوگیری از این بیماری تلاش های جدی برای بلند بردن سطح آگاهی مردم ادامه دارد و می افزاید که امسال نیز بیشتر از 300,000 شهروند کشور آزمایش این بیماری را انجام دادند. در این باره رفیع صدیقی گزارش دارد. روز جهانی مبارزه با ایدز زیر شعار درمان ایدز مؤثر است، درمان بیشتر و درمان بهتر. از این روز در حال تجلیل می شود که بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد به گونه تخمینی 5000 تن به بیماری ایدز در کشور مبتلا هستند، اما از این میان 30% آنان شناسایی شده اند. روز جهانی ایدز بهترین فرصت برای بلند بردن و ارتقای سطح آگاهی جامعه در مورد HIV ایدز بوده و نیز یک فرصت مناسب برای تجدید تعهد آنان که در مبارزه علیه HIV ایدز سهیم هستند می باشد. در همین حال صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد می گوید که تلاش ها برای صفر ساختن بیماری ایدز در نزد مادران تا سال 2015 میلادی به شدت ادامه دارد. هدف کاهش انتقال HIV از مادر به کودک تا سال 2015 میلادی یک هدف اصلی است و ما بدین باور هستیم که این هدف می تواند به دست آید. انتقال HIV از مادر به کودک می تواند تغییر یابد. در کشورهای پیشرفته تقریبا انتقال HIV از مادر به کودک در نتیجه آزمایش ها و مشوره های داوطلبانه، دسترسی به ادویه ضد ویروسی، ولادت ها و شیردهی مسئول کاملا مهار شده است. از سوی هم مرکز درمان بیماران ایدز در کابل می گوید که هر روز 5 تا 7 نفر برای آزمایش این بیماری به این مرکز مراجعه می کنند.
و تا کنون آزمایش 350 تن مثبت بوده است. فقط ما میخوایم که امی تکثر امی ویروس استاپ بسازیم، یعنی در داخل خود وجود توقف بسازیم، و ما وقتی که متوقف میتیم ویروس زیاد نمیره، بالا نمیشه، از باعث توقف خود ویروس خب دوباره معافیت به طرف بالا میره، معافیت که وقت بالا رفتک انتانات فرصت طلب که سبب مرضای اضافی در مریضا میشه او توقف میکنه. ایدز یکی از بیماری های کشنده در جهان پنداشته شده است، اما در سالهای واپسین این بیماری رفته رفته به افغانستان نیز رخ نکرده است. این بیماری در کشورهای جهان قابل مداوا هم نیست و سالانه ده ها قربانی می گیرد. محمد رفیع صدیقی، تولو نیوز، کابل. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با تولو و شبکه جهانی تولو نیوز باشید. ادامه خبرهاست. تولو و شبکه جهانی تولو نیوز. اعتراضات ضد حکومت در تایلند نخست وزیر این کشور را مجبور ساخته است تا دفتر کارش را ترک کند. هرچند نخست وزیر تایلند از مخالفانش میخواهد تا برای حل اختلافاتشان بر میز گفتگو بنشینند، اما معترضان بر استعفای حکومت این کشور تاکید میورزند. اعتراضات ضد حکومت در تایلند وارد هشتمین روز شده است و تنها از دیروز بدین سو در نتیجه این اعتراضات 4 تن کشته شدند و نزدیک به 60 تن دیگر زخم برداشتند. شدت گرفتن درگیری ها میان معترضان ضد حکومت و نیروهای امنیتی در پایتخت تایلند نخست وزیر این کشور را سخت نگران ساخته است. معترضان ضد حکومت که شمارشان به هزاران تن میرسد با گرد آمدن در برابر نهادهای حکومتی بر استعفای حکومت کنونی تاکید میورزند. همزمان با اینکه رهبر معترضان به روز یکشنبه خواستار اعتصاب عمومی در این کشور شد، شمار نیروهای امنیتی در شهر بنکاک نیز افزایش یافت. سربازان ارتش نیز در بخش‌های گوناگون پایتخت تایلند جابجا شدند، اما با این هم معترضان بر برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از وقت در این کشور تاکید می‌ورزند. در حال حاضر حکومتی دیگر حق اداره این کشور را ندارد، زیرا نخست به خواست مردم گوش نمی‌دهد و دوم اینکه قدرت قوه قضاییه را نادیده می‌گیرد. من تایلندی هستم و حق محافظت از کشورم را دارم. افزون بر نیروهای امنیتی، هواداران حکومت تایلند نیز با معترضان درگیر شدند و شهر بنکاک به میدان کشمکش میان هواداران و مخالفان حکومت مبدل شده است. هرچند اعتراضات در نخست بر ضد تصویب طرح عمومی که به بازگشت تاکسین شناواترا نخست وزیر پیشین این کشور زمینه سازی می کرد آغاز شد، اما اکنون معترضان بر استعفای حکومت تاکید می ورزند. همزمان با ادامه این اعتراضات، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اوضاع کنونی در تایلند ابراز نگرانی می کند و از تمامی طرف های درگیر در این کشور می خواهد تا از خویشتنداری کار گیرند. و اکنون نگاه زودگذار داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. مخالفان حکومت در اوکراین اعتراضاتشان را امروز از سر گرفتند. هزاران تن از هواداران 3 حزب اصلی مخالف با ریختن به جاده های شهر کیف خواستار برگزاری انتخابات پیش از وقت در این کشور شدند. اعتراضات هفته گذشته پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری اوکراین امضای پیمان تجارتی این کشور را با اتحادیه اروپا به تعویق انداخت. پال واکر، یکی از بازیگران برجسته سینمای هالیوود، در یک رویداد ترافیکی جان باخت. به گفته مقام‌های آمریکایی این رویداد هنگامی رخ داد که آقای واکر در موتر یک دوستش در کالیفرنیا جنوبی راهی یک مراسم بود و در این رویداد دوست او نیز جان باخته است. و بسیاری از کشورهای جهان از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز تجلیل کردند. ایدز یک بیماری واگیر است و گفته می شود که همکنون نزدیک به 35.3 میلیون تن در جهان با این بیماری مبتلا هستند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. امروهی من کنید. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی.
مسئولان تصدی مواد نفتی و لوی سارنولی به گاز فروشان هشدار می دهند که اگر گران فروشی کنند شرکت ها و دکان هایشان بسته می شوند و خودشان به لوی سارنولی معرفی خواهند شد. آنان می گویند که نرخنامه برای گاز عادلانه تهیه شده است و گروه های نظارتی از فروش گاز در بازارها مراقبت خواهند کرد. اتحادیه شرکت های گاز مایی نیز این نرخنامه را می پذیرند و می گویند که هر کیلوگرم گاز مایی را به 61 افغانی به پرچون فروشان می فروشند. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. پس از ساعت ها چانزنی میان تصدی مواد نفتی و گاز مایع و شرکت های وارد کننده گاز مایع، سرانجام اتحادیه شرکت های گاز مایع پذیرفتند که هر کیلوگرم گاز مایع را به 61 افغانی با پرچون فروشان بفروشند. اینا گفتن به شما 59 روپیه میدیم، به 61 روپیه شما توزیع کنید. من بخواستی از اینا قبول کردیم. با آغاز برنامه نظارت از شرکت های گاز فروشی، تمام شرکت ها تعهد کردند که گران فروشی نمی کنند. هر کسی که قیمت فروشی کنه، ما اینجا شما خود خبر داریم که ادارات عدلیه و قضایی اینجا موجود است، ما را عاجل به پنجه قانون می سپاریم تا پند عبرت به دیگه اماتنان ما شود. از سوی مسئولان لوی سرنوالی هشدار می دهند که با متخلفان و گران فروشان برخورد قانونی خواهند کرد. شفاهان متقبل شدند که ما با این امین نرخ تا جلسه بعدی امیر گاز به فروش می رسنیم و اگر از این نرخ خود یا تخلف ورزیدن مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. از سایم امروز دکان های شماره از گاز فروشانی که هر کیلوگرم گاز مایع را گرانتر از 68 افغانی می فروختند مهر لاک شدند. اداره زیرنامه سکرتاریت کلستر انکشاف زیربنا با رهبری وزارت فایدامه امروز گشایش یافت. مسئولان وزارت فایدامه می گویند پروژه هایی که در ایجاد زیربناها و اقتصاد افغانستان نقش کلیدی دارند پس از تحلیل و ارزیابی از سوی این اداره عملی خواهند شد. وزیر فایدامه می گوید که پروژه های جاده سازی، راه آهن، معادن، بندهای آبگردان، پروژه های شهرسازی و ترانسپورتی از طریق این اداره با وزارت های اقتصاد و مالیه هماهنگ می شوند. با این هم نرخ بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 20 پول، یک یورو 78 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی. به حال میر سعید صدیقی با تازه ترین رویدادهای ورزشی. تشکر همکار عزیز. سلام دوستان، توجه کنید به چند رویداد ورزشی. اما پیش از آن باز هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان با پذیرفتن شکست در برابر آیرلند به مقام دوم رقابت‌های مقدماتی 20 اوره جام جهانی 2014 بنگلادش دست یافت. در فرجام دیدار این رقابت‌ها که به گونه زنده از تلویزیون لمر پخش شد، بازی را نخست آیرلند آغاز کرد و در 20 اوره 226 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان نتوانست هدف تعیین شده را پوره کند و مغلوب آیرلند شد. تیم‌های برگزار کننده دیدار پایانی رقابت‌های لیگ فوتبال دختران شهر کابل مشخص شدند. در دیدارهای برگزار شده مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها استقلال 2-1 تیم الف سنگر را شکست داد و افغان کلاب 5-0 از صد عدالت گذشت. مدین عزیزی از تیم افغان کلاب با 12 گل زده در صدر برترین گل زنان این رقابت‌ها قرار دارد. فرجام این دیدار این رقابت‌ها به روز جمعه آینده میان تیم‌های استقلال و افغان کلاب برگزار می شوند. مکتب انقلاب فاتح رقابت های بسکتبال مکتب های برتر ولایت هرات شد. در فرجام دیدار این رقابت ها مکتب انقلاب 82-57 مکتب سیفی را شکست داد و قهرمان شد. مکتب های سیفی و تجربوی مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. محمد رفی نیازی از مکتب سیفی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. در پایان این رقابت‌ها جام اخلاق به مکتب جامی داده شد. این رقابت‌ها با حضور ده مکتب برتر ولایت هرات برگزار شده بودند. و اینکه کارگاه مربیگری و داوری تکواندو ITF در ولسوالی پغمان پایان یافت. در این کارگاه یک روزه نزدیک به 80 مربی و داور شرکت کرده بودند.
هدف از راه اندازی این کارگاه آماده ساختن مربیان و داوران فدراسیون تکواندو ITF برای برگزاری رقابت‌های انتخاباتی کشوری گفته شده است. در پایان این کارگاه برای چهره‌های برتر گواهی نامه‌ها از سوی فدراسیون تکواندو ITF داده شد. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. جلال آباد نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. و شهر هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با تورو نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار. شکرم کنم.